Key, man. Key. سلام، من کامی زحسنی هستم، ضد ایران و ایرانی، وطن فروش از ایادی به نام استکبار و اصلا خود جهانخوارم. اینم مهمان امشب شما، سیاوش قمیشی. طاقت بیار رفیق، دنیا تو مشت ماست. طاقت بیار رفیق، خوشی پشت ماست. و این 3000 میلیارد برنامه پارازیت، برنامه‌ای برای شما که این روزا اعصاب معصاب دزدی گرگی و اختلاس ندارید و همه خبرها برای شما خبر بله. ها بله. آها، بیابان تا بیابان در غبار است، چراغ چشم ها در در هفته‌ای که گذشت، شخصیت بد دو هفته پیش پارازیت، محمد جهرمی، رئیس بانک صادرات، از کار برکنار شد. بعد سخنگوی بانک صادرات تکذیب کرد. بعد کیهان تایید کرد. بعد کمیته ویژه پرونده اختلاس به رئیس جمهور پیشنهاد کرد که رؤسای این بانک ها تعویض شوند. بعد رئیس بانک ملی استعفا کرد. بعد همین رئیس بانک ملی برای ماموریت رفت انگلیس، بعد به کانادا رفت، بعد تکذیب شد و قرار است این هفته در ایران باشد. خلاصه ملت، اگر پشت گوشتون رو دیدید، بعد این 3000 میلیارد رو هم میبینید. محمود احمدی نژاد به همراه همسر، پسر، عروس، پدر عروس، مادر عروس، دختر، داماد، نوه و البته زن و بچه و کلی رفیق رفقای دوران بچگی و باقی همراهاش که 100 نفر می شدند، با افتخار از بلاد کفر به میهن اسلامی بازگشتند. بدین ترتیب نوه احمدی نژاد اولین نوه یک رئیس جمهور است که به خرج مردم ایران در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل شرکت می کند. یک ضرب المثل قدیمی مشهدی میگوید: مفت باشه کوفت باشه. دو کوه نورد سابقا جاسوس آمریکایی آزاد شدند و گفتند پدرشان در زندان در آورده شده است. 4 مسئله اینجا وجود دارد. 4، اگر جاسوس بودند چرا آزاد شدند؟ 3، اگر جاسوس نبودند چرا از اونا عذرخواهی نشد؟ 2، 1,500,000 وثیقه رفت تو جیب کدوم یکی از دالتون های باج بگیر؟ و اول از همه این که چرا رأفت اسلامی فقط شامل حال جاسوس های آمریکایی می شود و نه فتنه‌گران ایرانی؟ صندوق بین المللی پول اما گفت ایران در خاورمیانه رکورددار تورم است. نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی به پیشبینی آنها به 22.5% خواهد رسید. میانگین نرخ تورم در منطقه از 9.9% خواهد گذشت. امروز فرداست که بهمنی، رئیس بانک مرکزی، برای یک ماموریت کوتاه مدت خارجی برای همیشه با زن و بچه مهاجرت کنه به کانادا. مصباح یزدی گفت رهبری در برخی موارد باید تکروی کند. همه کارها با مشورت پیش نمی رود. البته اون مواردی رو که میخوان تکروی کنند رهبری، با صدای بلند لطفا اعلام نکنن. خوبیت نداره، زشته. در ضمن اگه لطف کنن ملت رو هم در همون موارد تکروی و رأی گیری و اینا سر کار نذارن، ممنون میشیم. دست شما در نکنه. رئیس شورای سیاستگذاری نماز جمعه گفت کشور را نمیتوان با خواب اداره کرد، ولی نگفت این آدم ها کشور را در بیداری تا رودهن نمیتونن ببرن. تا رودهن، همون بخوابن بهتره تا از ته دره جاده حراز سر در بیاریم. نه که نیستیم. و اینکه کمیسیون اصل 90 احمدی نژاد را متخلف دانست. نگرانی از احتمال اعدام یوسف ندرخانی
کشیش پروتستان در ایران بالا گرفت. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به 11 سال حبس محکوم شد. از پارسال تا امسال 7 میلیون دانش آموز ترک تحصیل کردند. سازمان بهداشت جهانی اهواز را به عنوان آلوده ترین شهر جهان از نظر ذرات معلق در هوا معرفی کرد. مهدی خزعلی از ایران خارج شد و تیم ملی والیبال ایران برای نخستین بار از زمان کوروش کبیر تا الان قهرمان آسیا شد. ورزشکاران، دلاوران، نام‌آوران و از این حرفا. آهاد ای ملت، ای جماعت، ای ایران. آقا ما بچه که بودیم هر وقت میخواستیم بریم مهمونی مادر گرامی میگفت آقا جلوت غریبه ها آبرو داری کن، داله حرف نزن، احترام بذار، نمیدونم سلام کن، میبینی یارو به کارد و چنگال مسلط باش، دخترشونو میبینی خودتو کنترل کن، نمیدونم ملچ ملوش نکن غذا میخوری، دستتو دماغت نکن، اینه فکر کن قبل از اینکه حرف دهنت میاد بیرون. و این فقط مادر بنده نبود بلکه ایرانی جماعت اینجوریه دیگه، جلو غریبه ها ما آبرو داری میکنیم. اما یک نفر در همین ایران پیدا شده از طرف ما را به را جلو غریبه ها آبرو روزی میکنه، بعد میگه این جانب و ملتم، این جانب و ملتم. 3000 میلیارد اختلاس میشه، اشتباهی لو میره قضیه، همه هم میدونن کار کیه، میاد میگه ما خودمون گنج کردیم، ما که میدونیم عامل اختلاس کیه، اصلا دولت. من خودم به رئیس کل بانک مرکزی گفتم اخباری به دفتر ریاست جمهوری رسیده است که یک جریان سویی داره جلو میرود. یه نفر دیگه میزنه برجا رو میترکونه، میاد میگه اینا نبودن، رئیس جمهور آمریکا بوده. رئیس جمهور قبلی آمریکا به امید نجات نظام سلطه، به امید نجات اقتصاد روبه افول آمریکا طراحی کرد اون ماجرای 11 سپتامبر، ماجرای مشکوک. مشکوک، خیلی مشکوک. مرد حسابی اگه قرار بود برای حل هر بحران اقتصادی دو تا برج بتره کنن که شما دیگه الان یه ساختمون دو طبقه کلنگی هم باقی نمیذاشتی اونجا تو میدون خراسون. به جای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب 11 سپتامبر، متهم اصلی را که از مدت‌ها قبل تحت نظر آنان بود کشتند و به دریا انداختند. آقا ما خودمون اینجا تو پارازیت خدای گیر دادن به بنیان قدرتیم، ولی ما بعد از مثلا حالا ما تجربه‌مون رو در اختیار شما قرار میدیم، ما نمیتونیم که همینجوری الکی گیر بدیم مردم بدون سند. شما حتی به قاتل و دیکتاتور هم نمیتونی گیر الله بختکی بدی. حقیقت اول، شما اگه کمیته حقیقت یاب حالیت میشه بعد انتخابات موسوی خوشو کشت، کمیته تشکیل نشد. حقیقت دوم، صد رحمت به کسایی که متهم رو کشتن انداختن دریا، بعد گفتن آره کشتیم انداختیم دریا، ما کشتیم. شما اصلا میکشی معلوم نیست کجا انداختی، بعد میگی کی من؟ حقیقت سیوم. اینه هاش، خود یارو تروریسته میگه. چی میگه مرد حسابی؟ ما خودمون زدیم. اینجا نوشته تو این مجله مربوط به القاعده نوشته که آجون فرافکنی نکن. خود شخص آقای القاعده اینجا نوشته ما این همه زحمت کشیدیم، طراحی کردیم، رفتیم خلبانی یاد گرفتیم، معلم خصوصی گرفتیم، هواپیما بکوبیم شطرخ به برج، بعد تو هی میشینی میگی مشکوکه. اینجا القاعده نوشته خودت مشکوکی آیه احمدی نژاد، جد و آبادت مشکوکه، مشائیت مشکوکه، کوروش رو کنار امام زمان گذاشتنت مشکوکه، دکتر برو دکتر، مهندس برو دکتر. چی میگه سامان؟ دکتر یارو، دکتر برو دکتر، مهندس چی؟ این دکتر یارو پارسال طرف دکتر بود، امسال و چون مهندس هستم میفهمم که با برخورد هواپیما به یک برج این برج به این شکل خراب نمیشه. بله مهندس، ما بالاخره فهمیدم شما متخصص چی هستی. اینی من یه دانشگاهی هم. این یکی هستی؟ من خودم که دائما تو مردم هستم و ارتباط دارم. از این کارا بلدی؟ من فکر میکنم گیاه هم حس داره. این کاره ای؟ همش آلودگی گازهای سمی خارج میشه از نفس آدم. اون کاره ای؟ بنده هم میشم کارمند شما. این کاره ای؟ در پزشکی، در ریاضیات، در مهندسی. اون کاره ای؟ بیشتر از همه جهان اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نیاز به آزادی داره. بلدی دیگه؟ گرچه هیچ چیزی جای شیر مادر رو نمیگیره، اما شیر مادر تا 2 سالگی است دیگه، نه تا
70 سالگی. همه فن حریف. من معلم دانشگاه هستم. بندی هستی برای خودت؟ دانشمندی یا رو؟ در هوافضا، در بیوتکنولوژی، در نانوتکنولوژی. ابو ریحان زمانی. من اطلاعات دقیق دارم. انشتنم که خوب هستی و یه درخت برای شما 100 کیلو میبریده. در این زمینم که خوب حتما تخصص داری دیگه. بالاخره بنده رئیس جمهورم، در هر من جایی که میرم به اقتضای اونجا مطالبی رو میگم. بابا این که دیگه شیشه است بادش میکنی. 20,000 اختراع دروغه، 20,000 مقاله علمی در جهان دروغه. این کار هم هستی؟ بنده فرزندان مبارزه با فساد هستم. مگس کشی؟ و یا این کاره ای بلا؟ افسانه خانم از لندن نوشتن آرزو دارم جناب آقای احمدی نژاد را حضوری ملاقات کنم، امکان ملاقات با شما وجود دارد؟ بله اگه تلفن و اینا رو بدن شما بدید قرار میذاریم. این آخری میشه متخصص چی؟ اینو دیگه باید از اون پلنگای تهران بپرسیم. آقا ما مدت هاست تلاش داریم جوانگرایی بکنیم توی برنامه، به بچه های جدیدتر میدون بدیم، جوان ها رو بیاریم، ولی خب همه که شعور فرهاد مجیدی رو ندارن که جا خالی کنن برای جوان ها. اگر آیت الله خامنه ای و جنتی و محمود احمدی نژاد و جنتی و لاریجانی و جنتی احمد خاتمی و جنتی و جنتی و اینا اجازه بدن، ما پدیده که میتونه فوروارد در حد غزال تیزپا گل بزنه از رو تبلیغات بپره و اینا زیاد داریم. این هفته پارازیت چهره جدیدی را معرفی میکند. ملت چه نشسته اید که ایشون هفته پیش به کل دنیا اعلان جنگ داد؟ کل دنیا، نه مثلا امارات، قطر، کویت، آذربایجان، این ورمارا، کل دنیا آماده باید بشیم برای یک نبرد جهانی. بچه های اطلاعات، عملیات و تخریب و اینا خلاصه باید آماده باشن، به جایی که قبلا میگن آقا برو محور کجا و محور کجا و محور، برن دیگه محور از این به بعد تو کل جهانه. آقای ازغدی دوش، حالا چرا باید با کل دنیا جنگید؟ جریان چیه؟ بمباران میکنن، غارت میکنن، اشغال میکنن، رسما هم میگن آمدیم، میایم، بعدم میان، بعدم میگن آمدیم. بعد ما یواشکی اگه بگیم آقا ما حمایت معنوی میکنیم از برادرانمون در عراق و فلسطین، میگن او دخالت کردین، شما تروریستی. حمایت چی؟ یواشکی اگه بگیم آقا ما حمایت معنوی میکنیم. یواشکی. خب آیه یواشکی، همچنین خیلی معنوی و یواشکی، جوری که کسی نفهمه، لطفاً به ما همچین صریح بگو چرا میخوای به جنگ دنیا بری؟ ما صریح میگن اشغال میکنیم میایم، ما هم باید صریح بگیم ما هم ضد اشغال میکنیم. شما اشغال میکنیم، ما هم ضد اشغال میکنیم. ما وظیفه شرعی داریم. بله، یکی اشغال میکنه، شما میخوای ضد اشغال بکنی. وظیفه شرعی انقلاب اسلامی است. دیگه انقلاب اسلامی چی کار قراره بکنه؟ انقلاب اسلامی ایران مادر همه. نگهدار، این چی میگه؟ اقل اقل مرد حساب یواشکی حمایت معنوی کن. این چه حرفی میزنی؟ چرا قات میزنی بابا؟ چیزی نگفتش که. ببین انقلاب اسلامی ایران مادر همه انقلاب های اسلامی است. رو چه حسابی از قد شما اینجوری فکر میکنی؟ امام همون اول گفت ما انقلابمون را صادر میکنیم. بعد انقلاب چی شده؟ دیگه بین المللی شد، تمام شد، انقلاب صادر شد. میگفتیم انقلاب صادر میشه، صادر میشه، صادر شد، رفت. صادر شد، رفت. رفت. دیگه صادر شد، رفت. صادراتی بسته‌بندی کردن انقلابو اینجوری شطرخ اینجوری رفت. بعد این جنس صادراتی که میفرمایید مصرف داخلی هم داره؟ از مثل جنس صادراتیه که مثلا گرونتره در داخل یا نه فقط خارجی ها حالشو ببرن، پول نفت ایران، خرج اسلحه شون و بمبشون و شلوار جینشون و هر فامیلی 12,000 دلار اینجوری بشه؟ ایران وطن دوم تمام مجاهدان جهان. حزب الله لبنان و بشار اسد و اینا ایرانی بودن، ما تا الان نمیدونستیم. کاش که ایران وطن دوم خود ایرانی ها هم بود جناب آقای محترم. بعد هدف نهایی این پروژه صادرات چیه؟ تمام گفت ما باید رژیم اسرائیل از بین ببریم، ما قدس رو آزاد میکنیم. بله ما هم میکنیم، داریم هم میکنیم. دارین بله. خب آقای ازغدی، چی میگی اگه که یک گروهی باهات کلکل کنن و بگن که مثلا دادش نمیتونی شما نمیتونی دادش؟ یعنی اگه گفتن نمیتونین چی؟ اگه گفتن نمیتونین بگیم آقا تا حالا که کردیم شد این قضیه لبنان و غزه اینا بقیهش هم میکنیم. خب بعد از لبنان و غزه برنامه چیه؟ برادرها با پول نفت ایران باید برن کجا را آزاد کنن؟ باید آماده بشن برن آمریکای لاتین بجنگن. کجا؟ در شمال آفریقا، در جنوب آفریقا، در شرق آسیا، در آسیای میانه،
در قلب اروپا. قلب کجا؟ برن قلب اروپا چی کار؟ سامان، قلب اروپا چه خبر الان؟ والا آخرین باری که من اروپا بودم از این خبر بود. Pas dans le cœur de quoi toujours این که قلب اروپا آیا از قدی شاید برای قلب برادرها زیاد همچین مناسب نباشه. آزادسازی مردم آزاد هم یه جورایی اسراف و حیف و میل و بیتر مال دیگه. خب میدیم. آقا ببخشید، کلم ازراد میخوام یه دقیقه سب کسی من بگم. آقا این ورود جناب آقای رحیم‌پور از قدی رو به جمع کارکنان پارازیت تبریک عرض میکنیم. شما هم اگر علاقمندید که در این برنامه باشید، همین که هوا یه ذره سرد شد، لطفاً یه کرسی تو خونتون بندازید، کرسی، و بره زیرش شروع کنه به شعر گفتن. سریعا به استخدام رسمی پارازیت در خواهید آمد. مهمان این هفته شما سیاوش قمشی است. آقای قمشی دسفول دنیا اومده، تهران بزرگ شده، لندن مدرک کارشناسی ارشد موسیقی گرفته، از سن 14 سالگی آهنگسازی میکنه. آقای قمشی امروز ساکن لس آنجلس است. این شما و این هم سیاوش قمشی. آقای قمشی، شما با سلام و صلوات از ایران اومدید بیرون یا اینکه مجبور شدید از ایران خارج بشید؟ مجبور نشدم، نه، انتخاب خودم بود که بیام بیرون. یعنی قبل از انقلاب اومدید؟ بله، اون روزا هم که انقدر روزای پریشونی و سردرگمی بود که دیگه کسی نبود که با سلام و صلوات بیاد فرودگاه. همه میخواستن، اونایی که میخواستن برن میخواستن زودتر برن. بعد هیچ وقت برنگشتین؟ نه خیلی. هیچ مشکلی برای شما بود که برگردین هیچ وقت ایران؟ تا نرم نمیدونم. آخه قبلا یه چند سال پیش شایع شده بود که شما قراره که توی کیش کنسرت بذارین. یعنی کسی از جمهوری اسلامی تا حالا با شما تماس نگرفته که آقا برگرد بیا کنسرت بذار، کاریت نداریم، یا اگر بیای میکشیمت و اینا؟ نه، میکشیمت که نه، ولی چرا؟ صحبتای بود برای همون کیش که خب عملی نبود. میدونین از چه ارگانی با شما وزارت ارشاد تماس گرفت یا کسای دیگه ای تماس گرفتن؟ ترجیح میدم صحبت نکنم، صحبت بل. اشخاص رو نکنم. بله. خب آقا میشه احساسات خالصانه در ترانه‌های شما گاهی یأس برانگیز میشه. آیا قبول دارید که گروهی از کارهای شما این یأس رو به مخاطب منتقل میکنه و در نهایت باعث افسردگی، فلاکت و خودکشی طرف مقابل میشه یا نه؟ حالا ایشالله دیگه کار به فلاکت و خودکشی نکشه. ولی چرا گاهی اوقات کارها، یعنی اینکه من شعری رو که انتخاب میکنم، من همیشه شعرم رو انتخاب میکنم روش ملودی میذارم، در نتیجه گاهی اوقات شعرها خیلی خوشحال نیستن، خیلی هم مثبت نیستن، ولی قشنگن، چون اون عمقی که توی غم برای آدمی که احساس میکنه اون غم هست در خوشحالی نیست. غم هم قشنگه گاهی گداری. شعر خیلی قشنگ باشه، غمگین باشه. یه شعری داشتم خیلی سالهای پیش به اسم جزیره، خیلی غمناک بود ولی خیلی قشنگ بود. در نتیجه مربوط به شعره. ملودی من هم بر اساس شعر میشه، بعد تنظیم هم بر اساس ملودی من و شعر میشه، در نتیجه یه کمی میشه که غمگین باشه، ولی گاهی گداری غم اشکالی نداره زیاد. یعنی شما خودتون رو مثلا آدم غمگینی طبقه بندی میکنید یا اینکه آدم شادی هستید؟ نه، آدم غمگینی نیستید. نه.
بعد کارتون ولی خیلی احساسیه و خیلی احساس خالصانه ای توشه، یعنی خیلی احساس صادقانه ای توشه. من فکر میکنم شما دروغ نمیگید توی آهنگاتون و احساساتتون، و این آهنگاتون بیشترش غمگینه. از این نظر میگم خودتون آدم غمگینی هستید یا نه؟ نه نه نه، غمگین نیستم، دیپرس هم نیستم. خیلی ممکنه خوشحال نباشم چون حال حوصله زیادی ندارم راستش، ولی نه غمگین نیستم. چرا حال حوصله زیادی ندارین آقای قمشی؟ این روزا اینجوریه. آره روزگار داره مشکل میشه واسه همه مردم، گرفتارن دیگه همه جای دنیا. بله. فکر میکنم دولت ها دارن سعی میکنن مردم عادت بدن به زندگی نه به اون رفاهی که داشتن و نه به اون خوشحالی که بودن، در نتیجه رو منم اثر میذاره. خب آقای قمشی، تلویزیون ایران با یک آقایی به نام علیرضا قمشی مصاحبه کرد که ایشون گفتن که پسر شما هستند، خیلی شبیه شما میخونن ایشون. نظر شما در مورد کارهای ایشون چیست؟ والا ایشون اگه به خاطر شبیه خوندن من پسر من باشن، محسن چاوشی و حمید پیروزنیا و اون دوست اولی که صداش از همه شبیه تر به من بود همه پسرهای منن. نمیدونم، اطلاع درستی ندارم، سعی کردم تحقیقی بکنم به نتیجه نرسیدم، ولی به هر صورت هر کسی که شبیه من میخونه یا هر کسی که شبیه هر کسی میخونه بهتره نخونه، چون مردم شبیه خونی رو دوست ندارن. امتحان شده. من یادم قدیما فرهاد که میخوند توی یه کلابی میخوند، 200-300 نفر آدم میامدن دوستش داشتن، کلاب پر میشد، ولی خب تو همون کلاب خلاصه میشد مسئله. وقتی اومد دیگه شبیه ری چارلز نخوند و شبیه خودش خوند، تازه شد فرهاد. بله. اینه که شبیه خونی فقط انرژی خواننده رو از بین میبره. این همه کار، این همه تولید، پروداکشن، شعر، آهنگ، بعد اگه شبیه کسی دیگه باشه که آخر سر نهایت افتخار خواننده باشه بهش بگن شبیه فلانی میخونه که فایده نداره. یعنی علیرضا قمشی پسر شما هست یا نیست؟ نمیدونم، تحقیق کردم به نتیجه نرسیدم. بله. خب آقای من ایشونو یه دفعه دیدم در ایران 40 سال پیش حدود 10 دقیقه، یه دفعه دیگه در لس آنجلس 20 خورده سال پیش برای چند ساعت، و بعد همین اواخر 3-4 سال پیش در دبی دیدم، اونم برای یه ساعت. در نتیجه نمیدونم راستش. بله. خب آقای قمشی، من سوالهای خیلی فراوانی از شما دارم که در بخش اینترنتی برنامه بیشتر در مورد کار شما از شما سوال خواهم کرد و سوالهای دیگر، ولی قبل از اون از شما خواهش میکنم که اینجا به رسم این برنامه یک دقیقه با مخاطبان پارازیت لطف کنید صحبت بکنید، این شما و این هم تماشاگران برنامه پارازیت. تماشاگران برنامه پارازیت، اینکه من پارازیت خودم نگاه میکنم، اون وقتی هم که خودم متوجه نیستم که پارازیت جدید اومده، منیجری دارم رضا جلالی که اون سعی میکنه که من هیچ کدوم از اپیزودهای پارازیت رو از دست ندم، همه رو ببینم و این برنامه رو نگاه کنید. خیلی خوب برنامه ایه، هم برنامه ایه که نمیذاره داون بشین و مایوس بشید و حرف و ورسد و سرتون سره، همین که کلی چیز توش داره، همین که آدم هایی که صحبت میکنن و این برنامه رو اداره میکنن آدم هایی هستن که right to the point، که ننیم دقیقا میزنن به اون نقطه که باید و درست هم کارشون انجام میدن، و بعد همین که همه تون برقرار و سالم و خوب و سرحال باشید همیشه. خب هر هفته در صفحه فیسبوک پارازیت شما میتونید در رایگیری این برنامه شرکت و شخصیت خوب هفته رو انتخاب کنید. این هفته تماشاگران پارازیت یک بار دیگر عادل فردوسی پور رو به عنوان شخصیت خوب هفته انتخاب کردند. آقا همه کارشناسان فوتبال حضور افراد غیر متخصص در فوتبال رو علت افت شدید فوتبال ایران میدونن الان، و عادل فردوسی پور هم سردمدار فوتبال غیر سیاسی است، و این هفته آقا یک گل همچین برگردون زد از پشت 18، اونم شغرق، اونم به بنیان قدرت. فردوسی پور بار دیگر از طرف تماشاگران پارازیت شخصیت خوب هفته لقب گرفت. خب این هفته
با کمال احترام ما می‌خوایم یه دیپلم افتخار بدیم به آقای علی اکبر محمدزاده، دانشجوی نمونه دانشگاه صنعتی شریف که بهمن پارسال روبروی در دانشگاه همونجوری که آقای خمینی‌اتون میگفت کارخانه آدمساز است. بعضی کتکش زدن و اینا، اون سربازان گمنام که هیچکی نمی‌شناسه و هیچکی نمی‌دونه کی هستن اینا، ولی کتک زدنش اینا بازداشتش کردن و در یک سال اخیر هم بارها احضار شده، بازداشت شده، بازجویی فنی شده، دانشجوی فنی بازجویی فنی شده، بعد نهایتاً بدون حضور وکیل واقعی به 6 سال حبس، یعنی همونقدر که طول میکشه که یه آدم دیپلم فوق لیسانس بگیره، محکوم شد. آقای علی اکبر محمدزاده دانشجوی نمونه دانشگاه صنعتی شریف، از سرمایه های این مملکت، کسی که هر جای دیگه دنیا بود بهش بورسیه میدادن میذاشتن رو سرشون حلوا حلوا میکردن، به جرم تبانی، تبلیغ علیه نظام و به جرم تجمع به 6 سال حبس محکوم شده. بعد این عکس رو سامان نشون بده بفرم، بردنش بیمارستان، دستبندش رو باز نکردن، بهش بستن آقا رو به تخت. مجرم های واقعی برای ماموریت سر از کانادا در میارن، بعد از اینکه جیبشون رو پر کردن و بانک ها رو پر کردن و اینا، و این دانشجوی جوان باید در بیمارستان به تخت بسته بشه. پارازیت این هفته برای بچه های شریف دانشگاه شریف که شرف دارن، خصوصا علی اکبر محمدزاده، کلاه از سرش برداشت. شخصیت بد این هفته اما هرچی آدم ترسوی آقا از هنرمند روزنامه‌نگار فیلمساز مستندساز و هر کس که حقیقت رو بگه یا بنیان قدرت رو اونجوری که واقعا هست به تصویر بکشه میترسه. ناصر صفاریان، مجتبی میرطهماسب، هادی آفریده، محسن شهنازدار و کتایون شهابی، جرمشون اینه که مستندسازن. این دیگه جدیدترین جرم دنیاست، مستندسازی. آیه جمهوری اسلامی، برادری که میخوای بری دنیا رو فتح کنی، ناو بفرستی اقیانوس اطلس، با این همه توپ و تانک و زیردریایی و بشقاب پرنده و موشک قادر و شهاب سه، از دوربین یه مستندساز یا قلم یه روزنامه نگار میترسی آخه مرد حسابی؟ به حدی که تو اصلا برای نمایش اقتدارت باید مستندساز و روزنامه نگار و نویسنده و هنرپیشه رو زندانی کنی، ممنوع خروج کنی، ممنوع تصویر کنی، ممنوع کار کنی، ممنوع زندگی کنی. ولی نمیدونی آقا جون، همه میدونن چه خبره و اقتدار واقعی کجاست و حقیقت رو نمیشه ممنوع وجود کرد. شخصیت بعد این هفته کسانی هستند که با پرونده سازی و دروغ به جای اینکه برن دنبال دزدا و مجرما، افتادن به جون مستندسازا و روزنامه‌نگارا و هنرمندا، با پرونده سازی‌های تکراری میخوان از همه جاسوس و عامل بیگانه و دشمن درست کنن. ما هستیم بس دیگه، اونا رو ولش کن. شخصیت زشت این هفته به هفته پیش مربوطه، ولی چون هفته پیش ما شخصیت زشت نداشتیم نشد بهش بپردازیم، دیگه این هفته بهش می‌پردازیم. به این تصاویر دقت کنید. 15,000 نفر در ساعت 5 صبح جمع شدند، دارن خودشون رو تیکه پاره می‌کنند تا شرافت جمعی ایرانیان و کرامت انسانی رو له کنند. این جمعیت رو در ساعت 5 صبح برای کنسرت مدونا و لیدی گاگا هم نمیشه از خونه کشید بیرون، و عمرن نمیشد این جماعت برای کمک و نجات جون یک انسان در ساعت 5 صبح از خونه بیرون کشید. ولی به لطف تلاش شبانه روزی قوه قضاییه، اعدام یک پسر 17 ساله تبدیل به یک مناسبت ملی میشه و ملتی که روزی به لطافت و طبع شاعرانه شهره بودند سر تیتر اخبار میشند برای تماشا یک اعدام، آن هم در ساعت 5 صبح. شخصیت زشت هفته تک تک افرادی هستند که در ساعت 5 صبح در میدان شهر به تماشای مرگ یک نفر دیگه آمدند. شخصیت زشت این هفته خشونتی است که با کمک این جرثقیل‌ها از رو سر این مردم بلند میشه، از اون بالا شطرخ دوباره میخوره دو سره همین مردم و جماعتی که براش کف میزنن، دست میزنن، سود میکشن. ما در ضمن یه پیشنهاد داریم بر فدراسیون فوتبال، در ضمن که همش ناله میکنه چرا برای بازی تیم ملی تماشاشی نداره، آقا سه تا اعدام این بعد ترتیب بدین، یه دونه اول بازی، یه دونه وسط بازی، بین دو نیمه، یه دونه آخر بازی، همه میان استادیوم پر میشه، کف سود، خدا این چه خبره. آخری رو البته اعدام آخریه رو میتونیم وقتی تیم جلوه بگین نذارین، بین دنیا بگین اعدام آخریه، اعدام آخری کنسل شد، نداریم اعدام آخری رو. ولی تیم عقبه، هر وقت تیم عقبه، اعدام آخریه رو بذارین، هر چقدر سن یارو کمتر بهتر، به جای اینکه میدونی اون 20 دقیقه آخر تیم عقبه ملت فوش میدن از استادیوم میرن بیرون. راهش اینه اعدام بذارین آخر بازی تیم ملی، ملت میشینن تا آخر پشیمون کنن.
شخصیت زشت این هفته قوه قضاییه و جماعتی هیجان دوست هستند که اعدام و مرگ را گرامی می‌دارند، نه بخشندگی و زندگی را. خوابیم و برنامه این هفته پارازیت. من سامان اربابی هستم. منم کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم چاره حتما جز اینه که ناله شب گیر کنیم. دیر اگر چنین چه تدبیر کنیم، چاره جز اینه که ناله شب گیر کنیم، چون تقدیر چنین چه تدبیر کنیم.